تو چی کار کردی؟ پاره از غذاها لذت بردی؟ اونا رو دوست داشتی؟ گوشت چطور بود؟ نگاهی به بشقاب من اوش بچه هم خواهشن توجه کنین. این تقریبا یه چیز تو این مایه ها اینجوری زاویه به این بیرون. خب این قنبل من تو 5 ماه پیش بوده و طی این 5 ماه هر روز ویدیو گذاشتن از این به این رسیده. خب و این وسط سیاه چاله چیزی قرار گرفته، من نمیدونم چیا، حالا هرچی هست بزن نشونتون بدم. در حدی گشادیس به هم وارد شده که میرم تو اینستا میگم اینا چجوری حوصله دارن ویدیو رو ضبط کنن. و تقریبا جدیدن قبل از استارت ویدیو من واقعا بی انرژی هم. و وقتی دکمه استارت رو میزنم مثل الان که درجا زدم و اصلا بدون هیچ چیزی، یعنی اینجا رو قرار بود مرتب کنم، خیلی برنامه ریزی خوبی قبلش داشتم، قرار بود برم دوش بگیرم و اینا رو انجام بدم، درجا دکمه ریکورد رو زدم که بیام و انرژی بگیرم. خب و هیچ هدفی نداشتم از این صحبت که تش به جایی برسیم، فقط میخواستم بگم که از این شده این. نه ولی جدا از شوخی، بس اینا شده بود، من الان رو میزم پر از کثافته و کلی چیز بزن خلاقیت رو بهتون نشون بدم. این درش وا نمیشد. خب من به ریخت این درش وا نمیشد، من به هر صورتی ضرب و زور زدم که درش رو باز کنم، باز نمیشد و منم هوس کرده بودم همین چند ساعت پیش، یعنی حتی به زور دندون رد دندون دراکولاییم رو درش حساره کردم و وا نشد متاسفانه، هر با چاقو بینش رو بریدم اینا نشد. بعد همیشه خلاقیت داشته باشین، آتش بریدم و یه چاک وا کردم خیلی جذاب اینجوری رفتم با راستی هندونه خان خواب هستن، اگه بیدار نشه یه ساعتی از زیر پتومه و میریم آخرش بیدارش میکنیم. آخرین ویدیو حتما حتما. خب دیگه بحث رو عوض کنیم و بریم سراغ داستانه واقعیمون. البته برق رو قبلش خاموش کنم. آره با دوبله سعید حتما به کانالش سر بزنیم و بریم شروع کنیم. فاکینگ هتل. اوکی تازه از سفر رویاییم به ژاپن برگشته بودم و به طور کلی سفر عالی بود و همه چیز بدون هیچ مشکلی انجام شده بود. مشکل زبان خیلی بد نبود. گشت و گذار واقعا آسون بود. غذاها خوشمزه بودن. تونستم تمام جاهایی رو که توی برنامه سفرم بودن رو ببینم. فقط یک قسمت تلخ و ناراحت کننده هست که در واقع واقعا مهمه و اون شبی بود که من توی یه هتل کپسولی موندم. هتل کپسولی یه هتلی هست فکر کنم تو ژاپن، کلا در حد یه کپسوله و فقط اونطوری میری توش و میخوابی، یه خورده دراز میکشی و اینا، جای جیش و اینا هیچی نداره فکر کنم، کلا دستشویی اینا عمومیه. آره مثل طبقه طبقه مثل کتابخونه، هر کسی میره توی یه چیزش قفسه قفسه داره چیز باحالیه. فکر میکردم 3 شبی اونجا بمونم، اما بعد از اولین شب لعنتی تصمیم گرفتم هتلمو عوض کنم. فکر کنم بعد از شنیدن این ماجرا درکم میکنین. میخوام از اونجای شروع کنم که خیلی خسته و مضطرب بودم. سفر 2 هفتهی به پایان نرسیده بود و حتی یه روزم کاملا استراحت نکرده بودم. داریم در مورد 8 تا 10 ساعت راه رفتن هر روز صحبت میکنیم که شهرها رو میگشتم و به معبدها میرفتم و خرید میکردم و همه برنامه های خوب دیگه. یه روز صبح خیلی زود رو توی کلیسا شروع کردم. هر ذره از اون شهر رو گشتم. میدونستم آخرین باریه که میتونم اونجا رو ببینم. یه قطار شب به سمت توکیو گرفتم که حدود 3.5 ساعت طول کشید. از اونجا به آکیهابارا رفتم و در حالی که ساکم و پشت سرم میکشیدم میگشتم. میتونستم شمدونم رو توی کمد ایستگاه قطار بذارم، اما اینجوری باید دوباره برمیگشتم و اونو میگرفتم و حسابی خسته میشدم. توی شب سحر تصمیم گرفتم دیگه گشتن رو تمام کنم، چون اگه کمی از نیمه شب میگذشت نمیتونستم به هتل کپسولی برسم. بنابراین آره احساس کردم به یه خواب خوب
خوب نیاز دارم. پذیرش شدم و یه دستبند کوچولو با شماره کپسول 616 و یه کلید برای کمد وسایلم گرفتم. به هر حال موفق شدم شمع دون بزرگم و توش جا بدم. یه دوش گرفتم و به سمت کپسولم رفتم جوریه. تا یه خواب شیرین شیرین داشته باشم. اگه شماها تا حالا در مورد هتل کپسولی چیزی نشنیدین، فقط یه سردخونه رو در نظر بگیرین، یعنی جایی که جسد آدم ها رو نگه میدارن. اون یه کمی بزرگتر و برای خوابیدنه و به اندازه ای بلندتره که بتونین بشینین و از لپتاپتون استفاده کنین و توش یه خواب طولانی داشته باشین. مثل همین چیه اسکوید گیم بود، این قبر رو میکردن تو کوره، مثل فقط همین، نه بیشتر. در حالی که توی کپسول 616 خزیدم، متوجه یه نمایشگر نوری کوچیک شدم که بیرون کپسول بود و نشون میداد که این کپسول اشغال شده. جالب بود. در رو پایین کشیدم و با هر کدوم از دکمه‌های روی دیوار بازی کردم تا ببینم چطوری نورا رو میشه خاموش کرد. سرم روی بالش گذاشتم و به سرزمین رویاها رفتم. حدود 10 دقیقه طول کشید که صدایی از طریق دیوارا به گوش رسید. حد زدم دیوارا نازکتر از اون چیزی هستن که به نظر میرسن. با اینکه از لحاظ فیزیکی و روحی خیلی خسته بودم، اما نمیتونستم بخوابم. سعی کردم دوباره بخوابم، اما صداها ادامه داشت. مداوم صدا میومد. منظورم اینه که زنی به طور جدی و بدون توقف چیزایی میگفت. فکر نکنم حتی لحظه‌ای برای نفس کشیدن میگذاشت. به دلیل اینکه صدا خیلی گنگ و نامفهوم بود، هر سیلاب با بعدی ترکیب میشد. نمیتونستم زبونشو بفهمم. سعید اون سیلاب نیست، سیلابه. سیلاب. بزن دوپلورمون یه خورده مسخره کنیم. فکر نمی‌کنم ژاپنی بود. نمیدونم. از چیزایی که میشنیدم صدای آی زیاد نبود که اغلب توی زبان ژاپنی زیاده. و صدای آر رو خیلی محکم میگفت که حدس میزنم زبان آلمانی باید اینجوری باشه. اوکی. امشب قرار خواب ببینیم. به هر حال هر زبونی که بود باعث ترس و وحشتم شده بود. یاد دکمه های روی دیوار افتادم. دستم رو به طرف دکمه بردم و لامپ رو روشن کردم و بعدش دکمه وایت نویز رو زدم. خدا به ژاپن خیر بده برای تکنولوژی علمی و پیشرفتش. به زودی کپسول کوچلوی من با صدای بارون و رعد و برق پر شد که به راحتی بر صدای کپسول همسایه غالب شد. هنوز میتونستم صدای اون زن رو بشنوم، ولی خیلی آروم و مثل یک نجوا در طوفان شده بود. برق رو خاموش کردم و چشام رو بستم و همه چیز توی اون دنیا. میدونی چند وقت دلم تنگ شده برای یه هوای بارونی؟ خب آروم شد. تصور کنین برای حدود 10 دقیقه و بعد ترکیبی از ناله طوفان و گردباد به همراه صدای اون زن. زمان زیادی طول کشید که تشخیص بدم نجوایی میگه که تو نباید اینجا باشی و این صدا از کپسول بغلی می اومد. توی اون لحظه ساعت 2 صبح بود. خسته و عصبی شده بودم. فقط میخواستم بعد از اون روزی پر از گردش و ماجراجویی چند ساعتی بخوابم. توی دلم ناسزا میگفتم و نفرین میکردم. لعنت به هرچی توریست بی ملاحظه و مردم آزاره که توی این کپسول لعنتیه. وسط این شب لعنتی کاملا مطمئن بودم که همه صدای اون زن رو میشنون. با درموندگی کامل یه اشتباه بزرگ کردم. میشه اون دهن لعنتی تو ببندی؟ با این کارم اون شروع به جیغ کشیدن کرد. با این کارم اون شروع به جیغ کشیدن کرد. همچنان فریاد میزد و اونقدر محکم به دیوار میکوبید که حاضرم قسم بخورم. احساس کردم کل کپسولم تکون میخورد. انگار با تموم وجود کل بدنشو به دیوار میکوبید. فریاد کشیدنش به قدری بلند بود که دیگه به زحمت میتونستم صدای طوفانو بشنوم. دستم روی دیوار گذاشتم و احساس کردم در حالی که داره به دیوار ضربه میزنه با کس دیگه ای هم درگیره. باز صدا رو از دیوار مقابل شنیدم. این بار از کپسول سمت چپ به جای راست محکم به دیوار کپسولم میخورد و صدا هم از اونجا میومد. خواستم برم ببینم کارمند هتل هنوز بیداره یا نه و آیا میتونه برام کاری بکنه و یا اتاق منو توی یه طبقه دیگه بذاره یا این آشغالو بندازه بیرون. در کپسولم رو باز کردم و بیرون رفتم. لامپ روشن اشغال شده گوشه کپسول با خروج من بعد از چند ثانیه خاموش شد و سر و صدا متوقف شد و صدای ضربه ها تموم شدن. نفسم توی سینم حبس شده بود. به نمایشگر زیر کپسول همسایه نگاه کردم. قسمت اشغال شده خاموش بود. احساس کردم مراقم داره سرازیر میشه. حتما لامپش خرابه.
این فکر من امیدوار میکرد. انگار داشتم یه فیلم ترسناک تماشا میکردم. یه چیزی منو مجبور کرد اون در کپسول رو باز کنم و آروم بالا بردمش. درسته کپسول همسایه خالی بود. اون شب روی نیمکت اتاق رخت کن خوابیدم. میدونم شاید بعد اونجا رو کاملا ترک میکردم، اما خیلی خسته بودم. صبح اون روز با گرفتگی و کوفتگی عضلات و خستگی به لابی رفتم و سعی کردم به مسئول پذیرش هتل توضیح بدم که چه اتفاقی توی اون کپسول برام افتاده. گیج شده بود و حتی بعد از استفاده از سرویس ترجمه متوجه نشد تا اینکه دستبند شماره اتاق رو دید. چهرهش نشون میداد که وحشت کرده. اون دستمو به سمت خودش کشید، دستبندو به آرومی در آورد و وارونش کرد. اون دستبندی با شماره 919 919 نه 616 درک زده دو ساعته دارن چی کارت 919 بوده بعد چجوری در 616 رو تونسته با کنه؟ البته درشون فکر کنم وا بوده که تونسته همسایه رو با کنه، ولی حالا هرچی. راه وحش از زدش گویای همه چیز بود. اون کپسول تسخیر شده بود و من اشتباهن شب و اونجا گذروندم و اون تو هتلمون یه اتاق تسخیر شده داریم، لطفا اونجا نری بود و من اشتباهن شب و اونجا گذروندم و اون میدونست شب بسیار بدی رو داشتم و مجبور شدم شب بعد توی یه هتل دیگه بگذرونم. نگو که تموم شه جامپ استیره یه چیزی بابا، زیاد ترسنگ نبود. جامپ اسکر من میخوام کنم واقعا، این ترسید با جامپ اسکر میچاست چه بری به خودت برنی چه برنی. از دخترها دوری کنین دوستان داریم شد اوکی. یعنی همیشه سعید میخواد اینا رو ترسنگ در بیاره ولی من میخندم. توی این دوران کرونا غذا سفارش میدن، منم اغلب این کارو انجام میدادم. من به حد کافی خوش شانس بودم که از توی خونه کار میکردم و چون دنیا برای قرنطینه توی تعطیلی سراسری، کار تو خونه واقعا یک نعمت بزرگه. تو رخت خواب بالا میشی میای اینجا میشینی کار، واقعا خیلی خوبه واقعا. البته کار تو خونه یه مقدار گشادی هم میاره، چون نه دم به دقیقه بالا میشی این کار میکنی اون کار میکنی اینطور چیزا هم هست، ولی دیگه هر موقع بخوای میتونین بشین. و چون دنیا برای قرنطینه توی تعطیلی سراسری فرو رفته بود، منی که از قبل آدم زیاد اجتماعی نبودم حتی بدترم شدم و گوشه گیر شدم. ماجرا از زمانی شروع شد که سیندی، دختر جوون و بانشادی که همیشه لبخند به لب داشت، پیک منظم من شد. همیشه فکر میکردم که راننده های تحویل سفارش به صورت رندام تعیین میشن، اما هر وقت سفارش غذا میدادم اون بود که زنگ در رو به صدا در میآورد. وقتی که پاکت رو تحویل میداد خنده ی قشنگی به لب داشت و میگفت اینم سفارش شما عزیزم. بعدش توی یه چشم به هم زدن سوار ماشین کروزر بنفشش میشد و میرفت. دقیقا فکرم از این نداشتیم. اوائل یک یا دو بار در هفته غذا سفارش میدادم، اما به جایی رسیدم که شغلم و زندگی شخصیم برام خسته کننده شده بود و احساس خوبی نداشتم. اون موقع ملاقات با سیندی رو شروع کردم. دو، سه، حتی چهار بار در هفته میدیدمش. مطمئن نیستم از چه موقع، اما بالاخره سیندی موقع نداشتن تحویل سفارش میومد و پیشم با هم حرف میزدیم و معمولا یک یا دوتا آبجو مینوشیدیم. بعد سیندی با شوخی میگفت اگه بیشتر از این بخوریم باید کلیدای منو بگیری. اگرچه کلیدای منو بگیری یعنی چی؟ اگرچه کمی جدی بود اما رفتارش دوستانه بود. توی موهای بلوندش چند تا موی سفید داشت، درست مثل من. وقتی که شب منم دارم، بزن نشونتون بدم. نمیدونم دیده میشه یا نه ولی دو سه تا دارم. بعد من چجوری باید بهتون نشون بدم؟ وقتی که شبا می اومد پیشم توی تراس میشستیم و نوشیدنی میخوردیم و ستاره ها رو به هم نشون میدادیم. سیندی هیچ وقت در مورد زندگیش و غیر از شغلش چیزی نمیگفت. منم همینطور. اینکه فقط بشینیم چیز خوبی بود.
بعدش من با مورگان ملاقات کردم. وقتی داشتم اطراف محل قدم میزدم بهش برخوردم. اون به چند تا خونه اونورتر از خونه من اسباب کشی کرده بود. سگش از قلاده جدا شده بود و من کمک کردم اونو پیدا کنه. این دوستی سریع اتفاق افتاد و برای من اولین بار بعد از ماها حتی سالها با خوشحالی از خواب بیدار میشدم. سعی کردم بیشتر مراقب سلامت انگیزه میگیرم. ورزش میکردم و سعی میکردم از خونه بیرون برم. خرید کنم. آشپزی کنم و به جای اینکه 4 بار غذای بیرون رو سفارش بدم 1 بار 2 بار این کارو میکردم. هم تو پولم صرفه جویی میشد، هم کاهش وزن پیدا میکردم و احساس خوبی داشتم. یه بار آخرای شب بود که برای پیاده روی بیرون رفتم که متوجه یه ماشین بنفش کروزر آشنا شدم که روبروی خونم پارک شده بود. سیندی جلوش ایستاده بود و داشت کتاب میخوند. سیندی در حالی که دست تکون میداد گفت: سلام دیو. سلام. اون دست تکون داد. منم همینطور. شما اینجا چیکار؟ هی سیندی، خیلی وقته که ندیدمت. به دلایلی احساس گناه میکردم. چی تو رو این طرفا کشونده؟ فقط تو این محله یه تحویل سفارش داشتم. میخواستم سری بهت بزنم ببینم حالت خوبه؟ آره، من خوبم. فقط غذا سفارش دادن رو قطع کردم. میدونی که سیندی همچنان لبخند میزد، اما احساس کردم این بار لبخندش زورکیه. همه چی خوبه؟ آره، فقط دارم یکم پس انداز میکنم. میدونی؟ حتما میفهمم. دفعه بعد که سفارش داشتی به من بگو اگه بتونم یکم برا تخفیف بگیرم. اکثر رستورانای این اطراف رو میشناسم. خب به امید پول بیشتر. نه، تو مجبور نیست این کارو بکنی. ازش تشکر کردم و سیدنی سوار ماشینش شد. بهش فکر نکن عزیزم، درکت میکنم. در موردش نگران نباش، میفهمم. سیندی مراقبت خواهد بود. چشم راه سفارش بعدیت هستم. وقتی داشت از پارکینگ میرفت بیرون براش دست تکون دادم. بعدش به خونه برگشتم و حق عضویت سرویس پیکر رستوران رو کنسل کردم. به نظر میرسید وقت خوبیه که تمومش کنم. سیک سیندی جان. چند شب بعد مورگان اومد پیشم و با هم فیلم ترسناک نگاه میکردیم و پاپکورن میخوردیم. کاسه یه پاپکورن بینمون بود و من با سرعت اونا رو میخوردم تا زودتر تموم شه و بتونم به مورگان نزدیک تر بریم سر اصل. جایی که توی فیلم هیولا داشت به طرف پله های اتاق زیر شیروانی میخزید، اتاق پذیراییم با نور سفیدی روشن شد. این دیگه چیه؟ فکر کنم یه نفر داره از توی پارکینگ نور داخل میندازه. در حالی که زیر لب زمزمه میکردم از جام بلند شم تا برم سرشون فریاد بزنم، گفتم: تا برمیگردم بقیه فیلمو نگاه کن، وقتی برگشتم برام تعریف کن. توی اون نور کور کننده رفتم بیرون و فریاد زدم: های دیوونه، چراغات روشنن. یه لحظه منتظر موندم و دوباره برگشتم داخل. هنوز به مبل نرسیده بودم تنم سیخ شده. از بیرون صدای بوغ بلند بود. اون آشغال دستش روی بوغ گذاشته بود. با عجله به طرف بیرون برگشتم، اما فقط دنباله یه نور کمرنگی رو دیدم که داشت از پارکینگ بیرون میرفت. هنوز به خاطر اون نور زننده چشام خوب نمیدید، اما سایه اون ماشین در حال خروج آشنا به نظر میرسید. صبح روز بعد در حالی که سیندی یه پیتزا توی دستش بود در خونه رو به صدا در آورد. سلام غریبه. پپرونی و زیتون، صبحانه ای برای قهرمانا. در حالی که خوابالود بودم گفتم: من که چیزی سفارش نداده بودم. به حساب من. لبخند سیندی به قدری کشیده و بلند بود که نگران شدم دهنش مثل یه نخ کشی پاره بشه. نه متشکرم. به حساب من. بخارش. به زور به طرفم گرفت. ازش گرفتم: ممنونم. چند دقیقه ای ساکت همونجا ایستادم. سیندی پوزخندی زد. من که حالت نیمه خواب داشتم سعی میکردم از حرف زدن دوری کنم. دوستت کیه؟ دیده. به کونت پرست. کدوم دوست؟ کدوم؟ خب نه دیگه، اینجا از دختر دوری نکنید. خب تو داشتی حرکتی میزدی، خب میتونستی روک بگی با یکی دیگه رفیق شدم. به حالا هر چیز دیگه، کدوم دوست دیگه چه انیه؟ اون مشکیه، همون خوشگله. اون مورگانه. سیندی لبخندی خب زد، انگار آماده بود متلک بپرونه. اسم قشنگیه. چطوری میشناسیش؟ اینجا و اونجا، اونجا و اینجا. سیندی به طرف ماشینش برگشت و گفت:
از پیتزا لذت ببر. اگه نیاز به یک گوشش نوا داشتی من اینجام. با همون لباس راحتی به طرف پارکینگ رفتم و جعبه رو توی سطل آشغال پرت کردم. بم میدیدی تو جعبه چی داشت؟ هفته بعد عجیب بود. هر جایی میرفتم اون ماشین پیتی کروزر بنفش رو میدیدم. وقتی میرفتم خرید یا پیاده روی سعی کردم بدون نگرانی کارم رو به بهترین نحو انجام بدم. همه چی با مورگان به خوبی پیش میرفت و کارم هم خوب بود. سلامتیم بهبود پیدا میکرد و همه ی علائم روزای بهتری رو نشون میدادن. ولی یه روز به طور غیر منتظره مورگان برام پیام فرستاد که با دوست پسر سابقش دوباره رابطه برقرار کرده. اون گفت که بهتر منو نبینی. و وقتی بهش زنگ میزدم گوشیشو جواب نمیداد. سیکتیر مورگانم بعد بزد حالا من بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم قلبم شکست و با عادتهای بدی رو آوردم. تمام روز میخوابیدم، غذاهای مضر میخوردم و مثل یه زامبی روبروی کامپیوتر میشستم. تنها عادت گذشتهی که سراغش نرفتم سفارش دادن غذا بود. برای همین وقتی سیندی دوباره روبروی درخونم ظاهر شد شوکه شدم. چند روز بعد از اینکه مورگان منو رها کرد سیندی در زد. توی دستش پاکتی پر از غذاهای چینی بود، غذاهای مورد علاقه‌ام. سلام غریبه. چون که غریبه. سلام. اون پاکت رو بالا برد و گفت میدونم هیچی سفارش ندادی اما حد زدم که یه غذای انرژیزا لازم داری. پیرشکی، سس تند، تمپورا و گوشت سرخ شده. چرا خدا اینجوری اینقدر راحت هر کسی و با هر کسی اوکی نشین تا هیچ اطلاعاتی ازش ندارین؟ یه داستان دیگه هم همینجوری بود که اون اجر استرایک خورد اونقدر اوضاعش بیخ بود زنه. برای یه لحظه بهش خیره شدم. چند هفته یه خیلی سختی رو گذرونده بودم. البته سیندی باعث وحشتم میشد. ولی یاد اون شبایی افتادم که با هم توی تراس میشستیم و نوشیدنی میخوردیم. مثل قبل نمیشه. فقط به یه دوست نیاز داریم. نه ریدن آبم قطعه دیگه، تو ریدی تو این رفاقت. میخوای بیای تو خونه؟ فکر کنم این غذاها برای یه نفر خیلی زیاد باشه. اون یه سفره جهنمی بود. چند دقیقه‌ای به سکوت گذشت. احتمالاً بهترین غذای چینی بود که تا اون موقع خورده بودم. بعد از خوردن چند لقمه غذا به صندلی تکیه دادم و نفس عمیقی کشیدم. خوب بود؟ عالی بود. میدونی که اگه نیاز به گوشی برای درد دل کردن داشته باشی همیشه اینجام باشه؟ آره سیندی، میدونم. ممنونم. اون چشمکی زد و آخرین لقمه یه رول تخم مرغ رو توی دهنش گذاشت. روزای سختی رو میگذروندی؟ دوست دختر کوچولوت چطوره؟ همون خوشگله؟ فکر کنم در واقع دیگه با هم دوست نیستیم. و حالا که دیگه دوست نیستین به من گفتی بیا تو خونه و دوباره با یکی دیگه و کشی سیکه منو میزنی ها پاره ای. آره خیلی برام سخت بود. سیندی به طرف جلو خم شد. آره؟ روزای سختی داشتی؟ یعنی کل زندگیت مختل شده؟ آره. خب بیا از مختلی درش بیاری. هیچ عقلی نداری. ما رابطه خوبی داشتیم و تو منو ریدی توش از زندگیت بیرون کردی. برای چی؟ به خاطر اولین چشمای زیبایی که دیدی راحتو دور کردی. مورگان مشکل ساز بود، من به نفع تو کار کردم. What the fuck، لعنتی داری از چه غلطی حرف میزنی سندی؟ Oh shit. تو سفارش دادن رو متوقف کردی، دیگه با هم حرف نمیزدی. تو در واقع برام هیچ راهی نذاشتی. Okay. سرمو تکون دادم. نمیفهمم چی میگی. سیندی جوری خندید که همه ی دندوناش معلوم میشد. چرا به دوست دخترت زنگ نمیزنی؟ به مورگان زنگ بزن. اون نیست. باهاش تماس بگیر. قول میدم الان جوابتو میده. اوه شت. برای اینکه جلوی خشم بیشتر سیندی رو بگیرم به مورگان زنگ زدم. صدای زنگ گوشی رو شنیدم. سیندی دست توی جیبش کرد و گوشی مورگان رو در آورد. سلام قریبه. اوزخیته. گوشی رو قطع کردم. تو چی کار کردی؟ از غذاها لذت بردی؟ اونا رو دوست داشتی؟ گوشت چطور بود؟
نگاهی به بشقاب من نداختم. فتوهای گوشتی که فکر میکردم پورک و بیف هستن خیلی بدجور وات بهل نه. سیندی پوزخندی زد و گفت همه به پیک رستوران اعتماد میکنن، اونا همیشه درو باز میکنن حتی وقتی قبلش هیچ سفارشی ندادن. به من نگفتی در مورد غذا چی فکر میکنی؟ یا خدا برای من مورگان کمی بدمزه بود اما نمک زیادی بهش زد. اوه فهمیدم مزهش اوکی بود، شاید یه کمی بازی گوش بوده. اما تو چی فکر میکنی؟ سندی بلند و بلند سر میخندید و دستش رو روی میز میکوبید. یه دون از رولای تخم مرغ برداشتم، یه دون موی سیاه ازش بیرون زده بود. دو قدم از میز فاصله گرفتم و همه رو استفراغ کردم. با عجله به سمت بیرون دویدم و به 911 زنگ زدم. اون هنوز میخندید. اوه دیوید برگرد، اگه نیاز به دلداری کردن داری من همیشه برات یه گوش هستم. یا یه ریه، یا یه زبان، یا یه قلب. بابا چرا تموم شد؟ تازه داشت جذاب میشد، خیلی قشنگ بود، خیلی خوشم اومده بود واقعا، ولی در بدترین موقعیت ممکن تموم شد. بعد بخون دختره به جای که بیاد یارو رو بپزه بده با اون دختره بخوره، دختره رو پخته به اون یارو داده. و اون راستی یادم نبود قرار بود بریم هندونه خانم بیدار کنیم از خواب. سلام خوبالو. سلام خوب هستین؟ موه کله شکسته مثل من، وقتی از خواب بیدار میشه موهاش میشکنه. از خواب بیدار شده الان هنگه یه خورده تا سیستمش دیگه باید بیدارشین دیگه، نزدیک به خیلی میخوابه، 12-13 ساعت خوابه. خوب هستین؟ بیا بینیم. خب بچه ها بیدار خوشتون آمده باشه. خب بد خوابید، خیافش خیلی خنده داشت. خب بچه ها بیدار خوشتون آمده باشه از این قسمتم. لایک و کامنت و نظراتتون برای پارت بعدیش حتما فراموش نشه. و تا قسمت بعدی خدا رو نگهدار شما.